بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. مطالب خوبی رو برادران و خواهران مطرح کردم، بعضی مربوط می شود به همین مجموعه مربوط به خاطرات جنگ و مسائل دفاع مقدس دنبال کنن اون حضرات، بعضی هم مربوط به دستگاه های دولتی است و برادران دفتر ما هم دنبال کنن که این چیزهایی که گفته شد مورد بررسی قرار بگیره، اون چی که عملی است و مفید است انشاءالله تحقق پیدا کن. اینی که پیشکسوتان بالخصوص در هفته دفاع مقدس مورد توجه قرار میگیرم، به خاطر ارزش پیشکسوتی و پیشگامی در حوادث مهم. سابقو الى معرفت الى مغفرت من ربکم. سبقت گرفتن و گام نهادن در راه‌های نرفته یک ارزش. البته هفته دفاع مقدس متعلق به همه رزمندگان و مجاهدان و شهدا و خانواده‌های اونها و ایناست، لکن پیشکسوتان و کسانی که زودتر و سریعتر و جدیتر وارد میدان شدن یک ارزش مضاعفی دارد. پیشکسوت چه فرمانده باشه، چه رزمنده عادی باشه، چه پزشک باشه، چه امدادگر باشه، چه جهادگر باشه، پشتیبان کننده باشه، همه اینها مشمول این تمجید و احترام ویژه هستن. همه اینها رو، انواع و اقسام این پیشکسوت رو ما در دوران اول دفاع مقدس دیدیم، نقش آفرینی اونها رو هم مشاهده کردیم. مطلبی که امروز ما برای موضوع دفاع مقدس خوبه برای مخاطب مطرح کنیم عمدتاً دو مسئله است. البته یه مسئله سومی هم هست که من نمیرسم امروز درباره اون صحبت کنم. اون دو موضوع اساسی، یکی چرایی جنگ 8 سال است. نسل جوان ما که دوران جنگ رو و دوران انقلاب رو درک نکردن، بدانن که اصلا چرا جمهوری اسلامی وارد یک نبردی شد که 8 سال طول کشید. 8 سال زمان کوتاهی نیست. همه ارکان کشور و امکانات کشور در خدمت دفاع از کشور قرار میگیره. این علت ورود ما در جنگ چی بود؟ این رو بدانیم. من امروز چند کلمه درباره این صحبت میکنم.
موضوع دومی که باید مورد توجه قرار بگیره برای مخاطب امروز، گزارش گونه ای از جنگ، گزارش جنگ. من امروز درباره گزارش هم چند کلمه عرض میکنم. البته در حالی که ما داریم صحبت میکنیم، شما عزیزانی که این در این جلسه تشریف دارید و جمعیت انبوه زیادی که از راه دور دارن میشنون این حرفا رو، مخاطب سخنان شما اید فعلا، لکن مخاطب این سخنان فقط هم شما نیستید. نسل جوان، نسل جوان آینده، فرزندان شما، همه درباره این موضوعات بایستی فکر کنن، کار کنن، درس بگیرند. این دو موضوعی است که من دربارش چند کلمه ای عرض خواهم کرد. یه موضوع سوم مهمی هم وجود دارد که من امروز نمیرسم درباره اون صحبت کنم، و اون عواید و نتایجی است که بر این دفاع مقدس مترتب شد. خوشبختانه این حضراتی که اینجا صحبت کردن، بعضیشون یه اشاره‌ای به این موضوع کردن. اما مسئله چرایی، چرا این جنگ آغاز شد؟ من عرض می‌کنم انگیزه حمله به مرزهای ایران انقلابی مخصوص صدام به حزب بعث نبود. شاید بتوان گفت که سردمداران نظم جهانی اون روز انگیزشون از صدام برای حمله به مرزهای ایران بسیار بیشتر و حداقل به اندازه او بود. یعنی اون روز دو قدرت بزرگ در دنیا بودن و هر کدام دنباله هایی داشتن. اون دو قدرت آمریکا بود و شوروی سابق. هر کدام هم یه مجموعه های دنباله اونها بودن، دولت های، نظام های سیاسی. اینا تقریبا همشون در این قضیه انگیزه داشتن. جمهوری اسلامی، ایران اسلامی برای اینها یک عنصر غیر قابل تحمل بود. چرا؟ سوال اینه، چرا غیر قابل تحمل بود ایران اسلامی؟ ما که اون روز علیه کسی اقدامی نکرده بودیم. حالا امروز به ما میگن شما به فلانجا موشک دادید، به فلانجا پهپاد دادید. اون روز که این حرفا نبود. علت دشمنی چی بود؟ این اون نکته اصلی است. علت این بود که در این نقطه حساس دنیا یک انقلاب مردمی بی‌نظیر به وجود آمده بود و تفکر نوینی رو برای اداره جهان ارائه کرده بود. نظم حاکم اون روز بر جهان این تفکر نوین رو نمی‌توانست تحمل کنه. مثلا این اون روز جهان جهان سلطه بود، البته امروز هم هست، لکن اون روز سخنی، فریادی، موضع صریحی در مقابل این نظم باطل و نابود کننده فضیلت ها وجود نداشت. نظم جهان نظم سلطه بود. سلطه یعنی چه؟ نظام سلطه یعنی دنیا به دو بخش تقسیم می شود،
بعضی کشورها سلطه گرند، بعضی کشورها سلطه پذیرند. شق سومی نداره. جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی یک فریاد صریح علیه این نظم بود. یعنی چه؟ چرا باید سلطه گری وجود داشته باشه؟ چرا باید فلان کشور که دارای مثلا فلان تجهیزات پیشرفته نظامی است صرفا به این دلیل حق داشته باشد نظر خود را، فرهنگ خود را، خواسته خود را بر مجموعه ای از کشورها تحمیل کنه؟ چرا؟ جمهوری اسلامی سخن جدیدی بود در قبال این نظم باطل. زورگویان عالم، سلطه‌گران عالم این رو تحمل نمی کردن. می دانستند که این حرف، این فکر خاصیتش توسعه یافتن در دنیاست. درست فهمیده بودند و توسعه یافت. این فکر در دنیا توسعه یافت، ملت ها رو جذب کرد. که من حالا بعد یک کلمه درباره جاذبه های این حرکت هم عرض خواهم کرد. خب اینها چه آمریکا، چه شوروی، چه کشورهای ناتو که دنبال رو آمریکا بودن، چه کشورهای پیمان ورشو که دنبال رو شوروی بودن، همه اینها منتظر یه فرصت بودن. صدام اون فرصت رو برای اینها فراهم کرد. آدم جاه طلب، قدرت طلب، طماع، پررو، وقیح، ظالم، بی ملاحظه، دم دست ایران، پشت مرزهای ایران، اینو تحریک کردن و حمله کرد به کشورمون. امروز بعضی ها جمهوری اسلامی رو ملامت میکنند از داخل خودمون که جمهوری اسلامی با دنیا بده، با دنیا قهره. این خلاف واقعه، چنین چیزی نیست. اگر منظور این است که ما با دنیا کار سیاسی، کار اقتصادی، تعامل، رفت و آمد نداریم، که خب این واضحه که خلاف واقعه. ما امروز با مجموعه هایی کار میکنیم که بیش از نیمی از مردم دنیا در این مجموعه ها، در این کشورها زندگی میکنن. رفت و آمد داریم، تعامل داریم، تجارت داریم. نه این هوچی بازی هایی که گاهی مشاهده میشه از بعضی ها که آقا با همه قهریم، با همه بدیم. نه، با همه قهر نیستیم، بد نیست. این اگر مراد اینه، این درست نیست. اگر مقصود این است که ما با نظم سیاسی نظام سلطه مخالفیم، بله این درست. امروز هم مثل همون اول انقلاب با نظام سلطه ما مخالفیم، با تسلط آمریکا مخالفیم. امروز دیگه شوروی وجود نداره، اما آمریکا در رأس کشورهای غربی یک کتازن. میبینیم نتایج کارهاشون رو، جنگهایی که راه میفته، ظلمهایی که میشه، تبعیضهایی که صورت میگیره، ملتهایی که زیر فشار قرار میگیره. ما با اینا مخالفیم، صریحا هم مخالفت خودمون رو ابراز میکنیم. این وضعیتی است که اون روز وجود داشت، امروز هم وجود داره. اون روز انگیزه حمله به مرزهای ایران شد، امروز به برکت ایستادگی ملت ایران، به برکت حضور
قدرتمندانه ملت ایران در صحنه‌های مختلف اون جرأت رو دیگه ندارن که به مرزها حمله کنن، جور دیگه‌ای مشغول موزیگری و مشغول دشمنی کردن و عناده. البته اینی که من گفتم کسی در مقابل اون نظم ایستادگی نمی کرد، قبل از جمهوری اسلامی جنبش عدم تعهد بود، سالهایی بود که بود جنبش عدم تعهد. ما هم اول انقلاب وارد این جنبش شدیم، تا الان هم هست این جنبش، منتها همون کشورهایی حدود 100 و خورده ای کشور که در جنبش عدم تعهد عضو بودن، سران بسیاری از اون کشورها زیر نفوذ همین ابرقدرت‌ها بودند، بعضی زیر نفوذ آمریکا، بعضی زیر نفوذ شوروی، بعضی زیر نفوذ بودند، بعضی از ترس اطاعت می‌کردند، از ترسشون می‌ترسیدن، از وحشیگری این قدرت‌های بزرگ می‌ترسیدن. یه رئیس جمهوری در یکی از اجلاس‌های عدم تعهد به بنده گفت، یه رئیس جمهوری یک منطقه‌ای در دنیا، گفتش که بعد که بنده سخنرانی کرده بودم اونجا، به من گفت همه از آمریکا می‌ترسن جز شما. بعد سرش آورد نزدیک گفت منم می‌ترسم از آمریکا. می‌ترسیدن. بنابراین اون چیزی که اون صدایی که با صراحت در قبال نظم غلط جهانی بلند شد، صدای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود، مرکزش هم ایران اسلامی بود، باش مخالف بودن، اون روز هم مخالف بودن، اون روز هم مخالفن. مسئله اینه، اینو ما باید از بنه دندان درک کنیم. بعضی اینو درک نمی کنه. مسئله انرژی هسته‌ای و حقوق بشر و حقوق زن و این حرفا نیست، اینا بهانه است. مسئله آوردن سخنی نو در قبال نظم باطل فاسد تبعیض آمیز جهانی است که امروز بر دنیا حاکمه. مسئله اینه، با این دعوا دارن، با این مخالفن، و این مخالفت برطرف نمی شود تا وقتی که جمهوری اسلامی و ملت ایران حرف زور اونا رو قبول کنن، یا قبولم که قبولم نخواهن کرد. گفتم جاذبه های جمهوری اسلامی این تأثیر زیادی داشت، یعنی اینها رو به وحشت میانداخت. دو جور جاذبه در جمهوری اسلامی بود و هست و باید این دو جور جاذبه حفظ بشود، ملت ها رو به خودش جذب میکنه، یک جاذبه سیاسی، یک جاذبه معنوی. جاذبه سیاسی عبارت بود از همین ایستادگی در مقابل نظم غلط جهانی، این جاذبه سیاسی داره. ملت ها برعکس قدرت ها، برعکس دولت ها، دلشون گرایش به این جاذبه سیاسی داره. اینی که احساس میکنن در دنیا یک نظامی وجود دارد که با این نظم غلط جهانی، با این زورگویی ها و دخالت های قدرت ها مخالفه، این دل اینها رو جذب میکنه. شما میبینید رؤسای جمهور ما به هر کشوری از کشورهای اسلامی که مسافرت کردن، ملت ها از اینا استقبال کردن، به اینا توجه نشان دادن.
اظهار ارادت کردن، به خاطر همینه. و در این زمینه حرف زیاده. این جاذبه سیاسی، جاذبه معنوی هم همین توجه به ایمان الهی، ایمان دینی در نظام اسلامی، این جاذبه داره، این خیلی جاذبه داره. در این دنیای مادی جوانها در همین کشورهای به اصطلاح پیشرفته و متمدن احساس پوچی میکنن. این امروز دانشمندان، متفکران و خود اونها هم دارن بیان میکنن، احساس پوچی میکنن، احساس بیفایدگی میکنن، روز بروز خودکشی ها زیادتر میشه. ایمان دینی به اونها احساس پناه میدهد، دل اونها رو گرم میکنه. احساس دینی خاصیتش اینه. این هم در جمهوری اسلامی جاذبه است. بنابراین علت پدید آمدن این حمله نظامی، تهاجم نظامی به کشور ما، به مرزهای ما که به دفاع مقدس 8 ساله انجامید، علت این هاست. مخالف بودن، جاذبه های جمهوری اسلامی اینها رو میترسون، سخن نو جمهوری اسلامی اینها رو برمی‌آشفت. این بود که این حمله رو انجام دادن، 8 سال کشور رو مشغول کردن. این اون مطلب اول. البته این جای حرف زیاد داره، جا داره کسانی که اهل فکرن، اهل قلمن، در این زمینه بگن، بنویسن، کار کنن، تبیین کنن. و اما مطلب دوم، گزارش، گزارش حادثه جنگ. دو گزارش وجود داره، دو جور گزارش از جنگ می شود داد. یک گزارش که بنده از اون تعبیر میکنم به توصیف، گزارش توصیفی، این یک جور گزارشه که گزارش شکلی جنگ است. جنگ چجوری آغاز شد، چجوری ادامه پیدا کرد، به کجا منتهی شد، وضعیت دو طرف چگونه بود، این یک گزارش، این یک جور گزارش، گزارش توصیفی. یک جور گزارش دیگری هست که او به نظر من مهمتره، گزارش تبیینی است. باطن جنگ را، باطن جبهه را، روح جبهه را برای ما روشن میکنه و بیان میکنه. جوان امروز احتیاج به اطلاع در هر دو زمینه داره که باید کار بشه. من همینطور اشاره میکنم، فقط سرفصلا رو میگم، باید روی اینا کار بشه، تلاش بشه. به حمدالله البته کارهای خوبی هم شده، ادامه باید پیدا کنه. اما گزارش توصیفی جنگ اینه قضیهش. یک ارتش مهاجمی وجود داشت که به مرزهای ما هجوم آورد. یک طرف، طرف مهاجم بود، تجهیزاتش کامل، برنامه از پیش فراهم شده، اینی که میخواد حمله کنه به مرزهای ما از پیش مینشونه، برنامه ریزی میکنه دیگه. برخلاف ما که مورد حمله قرار میگیریم، غافلگیر میشیم، هیچ برنامه ای نداریم، اونم اول انقلاب. او با برنامه وارد میدان میشه، تجهیزاتش کامله، سازماندهیش منظمه، برنامهش از پیش آماده شده است، پشتیبانیهاش به طور مستمر وجود داره، سازمان مهندسی قوی داره، ارتباطات مستحکمی داره، سلاحهای روز داره،
اون روز بهترین تانک ها، بهترین هواپیما ها رو همین ارتش صدام در اختیار داشتن. پول بی حساب، پول بی حساب، رقم های میلیاردی در اختیارشون بود، میدادن بهشون دیگه، همینایی که میدونین و میشناسید. آمریکا، شوروی، اروپا همراهی کامل میکردن، پشتیبانی میکردن، هر چی لازم داشت میدادن، سلاحایی که فرسوده میشد عوض میکردن. فرانسه، دولت فرانسه بهترین هواپیماهای خودش رو، جنگنده های خودش رو در اختیار صدام گذاشت. دولت آلمان مواد شیمیایی مورد نیاز صدام رو در اختیارش گذاشت. دولت آمریکا به طور مستمر اطلاع رسانی های میدان جنگ رو در اختیارش میگذاشت. دولت های همسایه هم که پول و امکانات در اختیارش میذاشتن. این حاشیه خلیج فارس یک مسیری بود به طور دائم کامیون ها و تریلی ها و اینا حامل سلاح و تجهیزات و امکانات میرفتن عراق. یه طرف اینجوری بود، طرف مهاجم وضعش اینجوری بود. توی گزارشی خوندم من که صدام تعداد هواپیماهای جنگندش بعد از جنگ بیشتر بود از تعداد هواپیماهاش در اول جنگ، با اینکه این همه هواپیماهای او ساقط شده بود، اما تعداد هواپیماهاش بعد از جنگ بیشتر بود. یعنی هم تو هی مرتب پشت سر هم به او کمک شده بود و داده بود. این طرف مهاجم. طرف مورد تهاجم یعنی ما، درست نقطه مقابل، تجهیزاتمون ناقص، دستمون خالی. تجهیزاتمون بی جایگزین. اول جنگ تعدادی از تانک های لشکر 92 رو که مقابل دشمن بود آمدن، غارت کردن، بردن، تصرف کردن، هیچ چی جاش نیامد. بنده رفتم اهواز، یک تیپ لشکر 92 حدود 15-16 تا تانک داشت، باید بیش از 50 تا تانک داشته باشه سازمانی. اینجوری بود، چیزی جایگزین نمیشد، هرچی از دست میدادیم رفته بود، تمام شده. سازمان های رزمیمون دست خورده بود. سازمان ارتش از زیر بار جنگ آمده بود بیرون. فرماندهان عالی ارتش خیلیشون تسلط به داشته های ارتش نداشتن. مرحوم شهید فلاحی، مرحوم ظهیر نژاد که اینا رؤسای ارتش بودن، از خیلی از چیزهایی که در ارتش بود اطلاع نداشتن. علتش هم این بود که اینا قبل از انقلاب محدود بود دوره منطقه مدیریتشون، منطقه خیلی محدودی بود. حالا شده بودن در رأس این ارتش. سپاه هنوز سازماندهی درستی نگرفته بود. اول جنگ سپاه سازمان تیپی نداشت. گردانهای 200 نفره تشکیل میشد با یه شکل محدودی، با امکانات محدودی. گاهی اوقات حتی سلاح انفرادی هم نداشتن اینها. دیده بودیم ما یه جاهایی سلاح انفرادی هم نداشتن به قدر کافی. این طرف مورد تهاجم اینجوری بود. خب نتیجه باید چی میشد؟ طبق موازین عادی و قواعد عادی مادی
باید نتیجه این میشد که اون طرف مقابل همونطور که پیش بینی کرده بود ظرف یه هفته حداکثر چند هفته از خوزستان عبور میکرد و وارد قلب کشور میشد و به ما طرف تهران. اینجوری نشد. همین نیروی کمتوان از بعد از حدود یک سال از شروع جنگ فتوحات و درخشش های خودش رو نشان داد. پی در پی ضربات مهلک بر اون ارتش مجهز و پولدار و برخوردار از همه پشتیبانی ها وارد کرد. آخرش هم بعد از 8 سال با سرفکندگی اون ارتش رو از مرزها بیرون گرد. این توصیف جنگ در طول 8 سال، این خلاصش اینه. حالا عامل اصلی در این پیشرفت، در این پیروزی چی بود؟ اینا دیگه خب حرفاییست که در اختیار شما هست و میدونید. و ایمان، مجاهدت و چه و چه. اما اون گزارش بعدی که گزارش طبیعی نیست، این به نظر من مهمتره. در گزارش طبیعی ما میگیم این جنگ برای دفاع از خاک وطن فقط نبود. البته دفاع از وطن یه ارزشه، در این تردیدی نیست، اما مسئله این جنگ بالاتر بود از این حرفا. دفاع از اسلام بود. عمل کردن به دستور قرآن بود. این جنگ در مسیری قرار داشت که به اون مسیر در تعبیرات دینی و ادبیات دینی گفته می شود جهاد فی سبیل الله. دفاع مقدس جهاد فی سبیل الله بود. دفاع مقدس انقلاب رو زنده نگه داشت، اسلام رو زنده نگه داشت، ملت ایران رو عزیز کرد، روح معنوی رو در کشور ترویج کرد، جوهر واقعی انسانی و ایمانی رو در جوانها زنده کرد. جوانهایی که رفتن در میدان جنگ از یه آدم معمولی تبدیل شدن به یک ولی الهی. مردانی که وارد میدان جنگ شدن با یک نگاه ساده و معمولی به مسائل دینی از میدان جنگ بیرون آمدن مثل یک عارف الهی و معنوی. امام بزرگوار ما یک عارف بزرگ بود، یک انسان والا بود. ایشون خطاب به خیلی از بزرگان به طور عام گفت 70 سال عبادت کردید، خدا قبول کنه از شما، برید یه مقدار هم وصیت نامه شهدا رو بخونید. یعنی این جوانی که وارد جبهه شده و مدتی در جبهه جهاد کرده، جان خودش کف دستش گرفته، برای خدا حرکت کرده، راه 70 ساله اون مرد عارف عالم ملا رو در مدت کوتاهی طی کرده. مضمون حرف امام اینه. این باطن دوران جنگ ماست. هدف اسلام بود. لذا
سرتاسر جبهه عبادتگاه بود، سرتاسر جبهه عبادتگاه. همه جور آدمی هم در این حرف کلی عبادتگاه کردن میدان جنگ شرکت داشتن، از افسر ارتشی که من دیدم نصف شب رفت بودیم بازدید میکردیم از منطقه، یه افسر ارتشی، افسر بود یا درجه دار بود یادم نیست، کنار تانک ایستاده بود نماز شب میخوند، نماز شب یه افسر ارتشی یا درجه دار ارتشی. از نماز شب یک ارتشی در کنار گردان تانگش مثلا تا مجلس توسل پر روح پرشور بچه های سپاه و بسیج در قرارگاه هاشون، اون جاهایی که حضور داشتن، از التماس یک افسر ارتشی برای رفتن در گروه‌های جهادی شبانه شهید چمران، اون تازه رفته بودیم ما اهواز همون روزهای اول، یه شب یه افسری بود آدم یه سرهنگ دو بود یا سرگرد بود آمد پیش من گفت من یه درخواستی دارم. من اول خیال کردم ایشون میخواد درخواست کنه که مثلا گرفتاری دارم تو شهرم فلان به من مرخصی نمیدن، اول اینجوری خیال کردم. بعد به من گفتش که درخواست من اینه که شبها که شهید چمران با یه گروهی میرفتن شکار تانک به تعبیر خودشون، منم جزو این گروه اجازه بدن بریم، یعنی التماس میکنه که اجازه بدید یه مرد مثلا حدود 40 ساله 50 ساله که با این جوونا دوروبر چمران شبانه برن با RPG مثلا ورزون که تانک بزنن. اینو بگذارید در کنار اون نوجوانی که سنش رو تو شناسنامه زیاد میکنه برای اینکه بتوانه بره جبهه، یا گریه میکنه التماس میکنه به پدرش و مادرش که اجازه بدن امضا بدن که او بره جبهه. اینا رو ما داشتیم، نمازهای با خشوع، گریه های نیمه شب، خدمات بی ریا، فرماندهی که نصف شب بلند میشه میاد کفش رزمنده های خودش رو واکس میزنه، لباساشون رو میشوره. اینا در هیچ ارتشی در دنیا، در هیچ میدان جنگی این چیزا وجود نداره، این مخصوص جمهوری اسلامی است. آب رو در لحظات آخر زندگی نمیخوره برای اینکه رفیقش تشنش با تشنگی شهید نشه، آب رو بو حواله میده و خودش تشنه شهید میشه. اینایی که در تاریخ خوندیم در این جنگ از نزدیک یا دیدیم یا از کسانی که دیده بودن شنیدیم، در زیر گلوله باران دشمن جوان شهید وصیت‌نامه می‌نویسه، تو وصیت‌نامه درباره حجاب سفارش میکنه، یعنی معنویت و تشرع و دلبستگی به حکم اسلامی و ایمان اسلامی در این حد. این به نظر من این گزارش از جنگ، این نگاه به جنگ مهمتر از اون گزارش توصیفی است. اینجاست که خدای متعال قدرت خودش رو در پیروزی بندگان صالح خودش نشان میده.
اینجاست که معلوم میشه که اراده الهی برای بندگان صالح که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده اینه. بندگان صالح خدا مورد حمایت الهی قرار میگیرن، سختی میکشن. در دفاع 8 ساله خیلی سختی کشیدن ملت ایران، جوانها، خانواده‌ها، پدرها، مادرها، همسرها سختی کشیدن، اما خدای متعال به دنبال این سختی‌ها عزت داد، پیروزی داد، نصرت داد. خب این دو نوع گزارش هر دو باید ضبط بشود. یه عده اینها رو میدانند، دیدند، خبر دارند، بیان کنند. یه عده هم اینها رو تبدیل کنند به محصولات جذاب که البته مقداری این کارها انجام گرفته. من سال گذشته گفتم اون مقداری که انجام گرفته باید 100 برابر بشه. واقعش هم همینه. ما تو این زمینه ها کمکار هستیم. در همون دوران انقلاب، در همون دوران جنگ، اگر ما امکانات تبلیغی داشتیم، پیشرفت‌های کشور خیلی بیشتر از این چیزی که انجام گرفت انجام می‌گرفت. ما امکانات تبلیغی محدودی داشتیم، دشمن به عکس امکانات تبلیغی نامحدودی داشت. امروز هم تقریبا همینجوره. امروز هم ما هرچی میتوانیم بایستی امکانات رو بیشتر کنیم. خب این مربوط به دفاع مقدس. امروز یک واقعی مشابهی در لبنان و فلسطین در حال انجامه. این حوادث لبنان و فلسطین هم مثل حوادث جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ماست. این هم جهاد فی سبیل الله. یک کشور اسلامی یعنی فلسطین به وسیله خبیث‌ترین کفار عالم غصب شده. حکم قطعی شرعی این است که بر همه واجب است تلاش کنن، کمک کنن، این رو برگردونن، فلسطین رو برگردونن به مسلمان ها، به صاحبان اصلیش، مسجد الاقصا رو برگردونن. اینجا یک حرکت الهی داره انجام میگیره. مردم فلسطین و غزه که دارن مجاهدت میکنن به معنای واقعی کلمه، در واقع دارن جهاد فی سبیل الله میکنن. اون کسانی که به اینها کمک میکنن، کمک به جهاد فی سبیل الله میکنن. حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این داره جهاد فی سبیل الله میکنه. در این نبرد هم دشمن کافر و خبیث از بیشترین تجهیزات برخوردار. آمریکا پشت سرشه. آمریکایی‌ها میگن ما دخالتی نداریم، خبر نداریم، خلاف واقع میگن. هم خبر دارن، هم دخالت دارن، هم به پیروزی رژیم صهیونیستی احتیاج دارن. همین دولت کنونی آمریکا برای انتخاباتی که در پیش دارن احتیاج داره
که نشان بده که از رژیم صهیونیستی حمایت کرده و اون رو پیروز کرده. البته با آراء مسلمان‌های آمریکا هم احتیاج دارن، لذا تظاهر میکنن که دخالتی ندارن. دخالت دارن. پس دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار. طرف مقابل مؤمنین، مجاهدین فی سبیل الله عشری از اعشار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. تا امروز هم این پیروزی مال طرف حزب الله و نیروهای مقاومت بوده. تا امروز دلیلش کشتار مردم. اگر رژیم صهیونی خبیث توانسته بود نیروهای مبارز را شکست بده، چه در غزه، چه در کرانه باختری، چه در لبنان، اگر توانسته بود نیروی مبارز رو شکست بده، احتیاج نداشت در دنیا صورت خودش اینجور سیاه و کریه نشان بده و این جنایات رو علیه خانه و مدرسه و بیمارستان و فرزند و کودک و زن انجام بده. نتوانسته، چون نتوانسته بر نیروی مقاومت پیروز بشود، ناچار ناگزیره که تظاهر به غلبه بکنه با زدن زنها و کودکان و مردم و بیدوا و ماشین توی جاده و مدرسه و بیمارستان. پس تا الانم او شکست خورده. بله، ضربه وارد میکنن. کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن، بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله رو از پا بیاندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرفاست. اونها اقتدارشون، تواناییشون، استحکامشون خیلی بیشتر از این حرفاست که با این شهادت ها ضربه اساسی بخورن. بله، البته از دادن یک نفر، به خصوص اگر فرمانده باشه و سابقه جهاد فی سبیل الله داشته باشه، خسارت در این شکی نیست. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد. آخرین عرض من در این صحبت امروز اینیست که عرض میکنم. من میگم رزمندگان ما، مجاهدان ما، برای اینکه پرچم دشمن در مرزهای ما برافراشته نشود، جان خودشون رو قربان کردن، فداکاری کردن.
جوانان مبارز و مجاهد خانواده های خودشون رو داغدار کردن برای اینکه پرچم دشمن در مرزهای این کشور بالا نره. نمیشه ملت ایران قبول کنه که همون پرچم ها به وسیله افراد نفوذی، به وسیله انسان های فریب خورده در داخل کشور برافراشته بشه. این پرچم، پرچم نفوذ فرهنگی و سبک زندگی دشمن و وسوسه های خصمانه دشمن نباید در داخل کشور در دستگاه مختلف ما برافراشته بشه. باید مراقبت کرد. همه موظفن در وزارت آموزش و پرورش باید مراقبت کرد، در صدا و سیما باید مراقبت کرد، در مطبوعات باید مراقبت کرد، در وزارت علوم و وزارت بهداشت که محل تربیت جووناست باید مراقبت کرد. اونجا دشمن به وسیله رزمندگان ما شکست خورد، نباید گذاشت اون دشمن شکست خورده در داخل کشور با انواع حیله ها و ترفند ها کار خودش رو دنبال کنه و انجام بده. امیدواریم خدای متعال همه مسئولین ما، همه مردان و زنان ما، همه فعالان بخش های مختلف ما رو با هوشیاری کامل در مقابل توطئه دشمن نگه داره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.